با درود و سلام از زانگیرامی، دولت چین قصد دارد گذرگاه واخان را برای تجارت با افغانستان باز کند. چین گفته است که در حال بررسی یک راه حل درست می باشند. چین تصمیم گرفته است که از ماه دسامبر 2024 مالیات بر کالاهای صادراتی افغانستان را به طور کامل معاف کند. این تصمیم به عنوان بخش از یک سیاست گسترده شامل 40 کشور دیگر نیز می باشند. این اقدام در دیدار بین سفیر چین در کابل و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان اعلام شده است. هدف چین از این تصمیم تقویت تجارت دو جانبه و افزایش سطح صادرات افغانستان به این کشور است. چین انتظار دارد که سطح صادراتی افغانستان به 25% افزایش یابد. همچنین برنامه هایی برای گشایش راه های جدیدی زمینی و ایجاد دهلیزهای تجاری مانند دهلیز واخان در حال بررسی است که میتواند مبادلات اقتصادی بین دو کشور را تسهیل کند. این تصمیم یک قسمتی از فرصت‌های بزرگ برای بازرگانان افغانستان محسوب می‌شوند و میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان کمک کند. با این حال چالش‌های همچون مشکلات بانکی و کمبود زیرساخت‌های لازم برای صادرات همچنین از موانع اصلی تجارت با چین به شمار می رود. در این همکاری نزدیک بین چین و افغانستان در حال است که بسیار از کشورها هنوز روابط رسمی خود را با حکومت طالبان محدود کرده است، اما چین تلاش دارد روابط اقتصادی خود را با افغانستان گسترش دهد و در پروژه های زیربنایی و تجاری سرمایه گذاری کنند. کوریدور واخان یک گذرگاه تجاری بالقوه بین افغانستان و چین است که در صورت بازگشایی میتواند اقتصاد افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. این کوریدور که از مناطق کوهستانی واخان در شمال شرق افغانستان میگذرند، افغانستان را به منطقه سینکیانگ چین متصل میکنند. بررسی این کوریدور از ابعاد مختلف نشان میدهند که بازگشایی آن میتواند مزایای بسیار برای تجارت و صادرات و توسعه اقتصادی افغانستان داشته باشند. کوریدور واخان در حدودی 350 کیلومتر طول دارند و از میان دره‌های کوهستانی و صعب العبور افغانستان عبور می‌کنند. این منطقه در شمال شرق افغانستان واقع شده است و از طریق ولایت بدخشان به مرز چین می‌رسند. این گذرگاه در واقع یکی از قدیمی‌ترین مسیرهای بازرگانی بستانی بوده است که بخش از جاده ابریشم را تشکیل می‌دهند. با وجود اهمیت جغرافیایی آن، مسیر واخان تا به امروز برای تجارت رسمی باز نشده است و استفاده اقتصادی فعال از آن نشده است. بازگشایی این کوریدور میتواند جایگزینی برای صادرات از طریق پاکستان باشد و به افغانستان امکان میدهد تا به جای اتکا به بنادر و گذرگاه های پاکستانی به طور مستقیم و چین دسترسی داشته باشد. صادرات افغانستان در حال حاضر بیشتر از طریق بندر کراچی گذرگاه تورخم به پاکستان منتقل شده است و سپس از آنجا به بازارهای بین المللی صادر می شود. اما با باز شدن این کوریدور هزینه های حمل و نقل کاهش می یابند و روند صادراتی تسریع می شوند. همچنین وابستگی سیاسی و اقتصادی به پاکستان کاهش می یابند. افغانستان منابع طبیعی و محصولات کشاورزی فراوانی دارند که می تواند از طریق این کوریدور به چین صادر شود. در ادامه و برخی از مهمترین محصولات صادراتی اشاره میکنیم که اینکه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان دارای معادن ارزشهای از جمله لاجورد، یاقوت و زمرد است که تقاضای بالایی در بازارهای چین دارند. همچنین میوه های خوش و تازه افغانستان، انار، بادام، زعفران، انگور، جلغوزه، کشمش و انواع دیگر از میوه های خشک و تازه از جمله محصولاتی هستند که افغانستان به خوبی در تولید آنها مهارت دارند. این محصولات به دلیل ارزش غذایی و محبوبیت بالا در بازار چین فرصت خوبی برای صادرات خواهند بود. مواد معدنی، همچنین افغانستان دارای معادن میس، آهن و لیتیم و دیگر معادن است که با توسعه استخراج میتواند مستقیما به چین صادر شود. چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده فلزات و مواد معدنی در جهان میتواند مشتری عمده این منابع باشند. فرش و صنایع دستی، فرش های دستباف افغانستان به دلیل کیفیت بالا و طراحی منحصر به فرد همواره در بازارهای بین المللی محبوب بوده اند.
صادرات این محصولات به چین می تواند ارز آوری خوبی برای کشور افغانستان داشته باشند. در حال حاضر بسیار از محصولات افغانستان از جمله میوه های تازه، زعفران و مواد معدنی به پاکستان صادر و سپس به کشورهای دیگر صادر می شود. مشکل افغانستان با پاکستان سیاسی است. اما در اوج مشکلات بین این دو کشور که زمانی رخ می دهند، در این میان تجارهای افغانستان بسیار متضرر می شوند، چرا که پاکستان بارها این مرز را بر روی تجارهای افغانستان بسته کرده است و تمام میوه های تازه و زود آسیب پذیری افغانستان در مرز فاسد شده و از بین رفته است و میلیون ها دلار تجارهای افغانستان ضرر کرده است. مشکل افغانستان با مردم پاکستان نیست. مردم پاکستان انسان های شریفی هستند. این دولت پاکستان است که این مشکلات را به بار می آورند. در عین حال با بازگشای کوریدور ووهان بسیاری از این صادرات می تواند به طور مستقیم به چین ارسال شود. این تغییر می تواند چندین مزیت اقتصادی به همراه داشته باشد. مزیت اول این که کاهش وابستگی به پاکستان است. با توجه به نوسانات روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان، مسیر ووهان می تواند جایگزین امن و پایدار برای صادرات باشند. گزینه دوم کاهش هزینه های حمل و نقل است. ارسال کالاها از طریق پاکستان هزینه های گمرکی و حمل و نقل زیادی به همراه داشتند. در مقابل مسیر ووهان می تواند این هزینه ها به شدت کاهش شود. گزینه سوم افزایش تقاضا در چین. چین به دلیل رشد اقتصادی سریع و جمعیت بالا بازار بالقوه برای محصولات افغانستان دارند. بازگشایی این کوریدور می تواند به سرمایه گذاری های مشترک میان افغانستان و چین منجر شوند. شرکت های چینی ممکن است برای استخراج معادن و توسعه زیرساخت های حمل و نقل در افغانستان سرمایه گذاری کنند. این سرمایه گذاری ها باعث بهبود زیرساخت های افغانستان می شوند و فرصت های جدید را برای اشتغال زایی در مناطق محروم افغانستان ایجاد می کنند. با وجود مزایای فراوان بازگشایی کوریدور ووهان، با چالش های امنیتی و زیرساختی روبرو است. دره ووهان به دلیل صعب العبور بودن و کمبود زیرساخت های مناسب نیازمند سرمایه گذاری های قابل توجهی برای احداث جاده و همچنین ایجاد امکانات حمل و نقل است. همچنین تأمین امنیت این مسیر نیز یکی از چالش های اساسی خواهند بود که همکاری نزدیک میان دولت افغانستان و چین را می طلبند. با شدن این کوریدور بر اقتصاد افغانستان تأثیر بسیاری خواهد داشت و پیامد ژئوپلیتیک نیز به همراه دارد. این گذرگاه می تواند به کاهش نفوذ سیاسی پاکستان در اقتصاد منجر شوند و همچنین زمینه ساز روابط نزدیکتر با چین شوند. همچنین ممکن است کشورهای دیگر مانند تاجیکستان و قرقیزستان نیز به دنبال استفاده از این مسیر برای تجارت باشند و یک شبکه ترانزیتی منطقه‌ای را شکل بگیرند. در بلند مدت کوریدور ووهان می تواند به افغانستان کمک کند تا صادرات خود را متنوع‌تر کند و به بازارهای جدیدی دسترسی پیدا کند. علاوه بر چین این کوریدور می تواند به پولی برای تجارت با کشورهای آسیای مرکزی و شرق آسیا تبدیل شود. توسعه این مسیر همچنین به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولیدات ناخالص داخلی افغانستان کمک خواهند کرد. کوریدور ووهان یک فرصت استثنایی برای افغانستان است که تا با کاهش وابستگی به پاکستان و دستیابی به بازارهای بزرگ چین تحول بزرگ در اقتصادی خود ایجاد کند. صادرات محصولات کشاورزی معدنی و صنایع دستی از این مسیر می تواند به افزایش درآمدهای ارزی و کاهش هزینه های تجاری منجر شوند. هرچند چالش های زیادی زیرساختی و امنیتی بر سر راه بازگشایی این کوریدور وجود دارد، اما همکاری های دو جانبه میان افغانستان و چین می تواند بر رفع این چالش ها کمک کنند. با تشکر از این که تا این لحظه با ما همراه بودید دوستان گرامی. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.